درود میگویم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سرتاسر جهان، هر جا که صدای ما را میشنوند و تصویر ما را میبینند. همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا میکنم، در واقع برگهایی از تاریخ رو. امروز که همیهنان عزیز پخش زنده این برنامه رو نگاه میکنید، چهارشنبه چهارم مرداد ماه. البته هفته گذشته سالگرد سی تیر بود که بسیاری از شما آگاهید که به آغاز دور دوم نخست وزیری زنده یاد دکتر محمد مصدق انجامید. به این مناسبت و نیز به انگیزه بازبینی برخی از رویدادها در پرتو اسناد تازه منتشر شده سازمان سیا در مورد سالهای 1952 تا 1954، گفتگوی امروز خودمون رو با میهمان همیشگی این برنامه، آقای محمد امینی، به بازبینی جنبه‌های ویژه‌ای از رویدادهایی که به سی تیر انجامید و نقش برخی از بازیگران سیاسی آن زمان اختصاص می‌دهیم. جناب آقای امینی، عرض ارادت. درود بر شما و همیهنان گرامی که به این برنامه نگاه می‌کنند. توجه می‌کنند. بله. آقای امینی، اگه توجه نکنم فقط نگاه کنم، ولی به هر حال با هر دوشون، به هر دو گروه درود می‌فرستیم. شما نمیشه جواب دادینا. آقای امینی، اگه به یاد داشته باشین چند هفته پیش اشارتی داشتید به اسناد تازه سازمان سیا. بله. فرمودید که در میان این اسناد بخش‌های زیادی از آنها تازگی دارد. بله. آیا در این هفته‌های گذشته که بازبینی‌های بیشتری از اسناد کردید، همچنان به همان باور پیشین خود هستید؟ با پوزش زیاد خدمت شما و بینندگان این برنامه باید بگویم که نه. من در برنامه با شما گفتم که فکر میکنم 30-40% این اسناد تازگی داشته باشه. در اون هنگامی که این رو با شما در میان نهادم، خب یک هفته بیشتر از انتشار این اسناد نمیگذشت و من همون جور که به یاد دارید اشاره کردم چند شب و روز به خواندن این اسناد پرداخته بودم و توانایی این رو نداشتم، فرصت و زمان این رو نداشتم که این اسناد رو با اسناد منتشر شده در دوره گذشته که بیشتر مربوط به گزارش‌های وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا است، اینها رو با هم مقایسه کنم. سرنامه‌ها و نوع نوشتن این گزارش‌ها آنچنان با هم نزدیک هست که من رو واداش که به شما بگویم که 30-40% این اسناد تازگی داره. این که میگویم پوزش میخواهم، برای این است که نزدیک به 90% این اسناد تازه است و من کوتاهی کردم در توضیح مسئله. یعنی هنگامی که رفتم و اسناد رو به زمان برگ به برگ با اسناد منتشر شده دوره گذشته مقایسه کردم و کنار هم نهادم، دریافتم که حتی در گزارش هایی که مثلا هندرسون به وزارت امور خارجه میفرستاده، اون بخش هایی که در این مجموعه اسناد آمده در مجموعه اسناد دوره گذشته نبوده. مثلا در تمام اسناد دوره گذشته بخش مربوط به رویدادهای سی تیر و دیدارهای با قوام حذف شده، یا بسیاری از گزارش های مربوط به چند روز پس از سی تیر در دست نیست و در این مجموعه جدید اونها رو میابیم. در اون اسنادی که در گذشته چاپ شده، گزارش هایی از پیامد های رویداد های بین 25 تا 28 مرداد از سوی سفیر آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه در دسته، ولی نزدیک به شاید 60 سند که گزارش های CIA به مرکز CIA باشه و گزارش های مرکز CIA به دیگران یا دستورالعمل ها و یا گزارش هایی که به اونها پیوند پیدا میکنه در این مجموعه نیست. این اسناد گنجینه ای تازه است و
من بخشی از اونها رو در یک نوشتاری منتشر کردم، بخش دیگری از اونها شاید همیهنان دیده باشن همین چند روز پیش به چاپ رسید در مورد همین موضوعی که من و شما امروز با هم گفتگو میکنیم، و بخش های دیگر رو هم همچنان در دست انتشار دارم، از جمله اسنادی که در مورد کاشانی منتشر شده، گفتگوهایی که با کاشانی داشتن. در این مجموعه اسناد بسیار بسیار جالبی هست در مورد روابطی که سازمان سیا و دولت بریتانیا کوشش میکرده با سران ایلی در ایران داشته باشه، سران بختیاری و قشقایی، به ویژه دولت ایالات متحده آمریکا که به سران قشقایی، بهمن خان، خسرو و دیگران خیلی توجه داشته، و گزارش های بسیار دست اول و جالبی در این مجموعه به چشم میخوره که یکایک که اونها رو باید مورد بازبینی قرار داد، و البته یک سویه به قاضی نرفت، اینها رو مقابله کرد، مقایسه کرد با دیگر اسناد، و امیدوارم در این کاری که من در حال پایان دادن هستم همه اینها رو بتوانم بگنجانم. ممنونم آقای امینی. آیا در دوران 15 ماهه ای که از اردیبهشت 1330 آغاز میشه، یعنی آغاز نخست وزیری مصدق، و با استعفای او از نخست وزیری در 25 تیر ماه 31 پایان مییابد، کوششی از سوی دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و دربار و نمایندگان مجلس و سیاستمداران ایرانی برای جایگزین کردن مصدق با شخصیت دیگری انجام شده است؟ بله، کاملا پاسخ به شما مثبته. البته باید یک زمینه تاریخی رو برای شما هم روشن کنم، برای همیهنان گرامی. ما در دوران مشروطه با یک نخست وزیری های ماندگار چندان روبرو نبودیم، و نخست وزیرها می آمدند و می رفتند. یعنی از همون روزی که مجلس رأی تمایل می داد و فرمان نخست وزیری به نام کسی صادر می شد، شاه بر اون فرمان دستی نمی نهاد، از فردای همون روز یک دو جین آدم های دیگر در کمین نشسته بودند که این نخست وزیر رو بیاندازند و خودشون نخست وزیر بشوند. و به همین دلیل هم درازای زندگی نخست وزیری در ایران بسیار کوتاه بود. چند دسته نخست وزیر ما در ایران داشتیم. یکی نخست وزیران بسیار سیاسی و کارآمد و توانا، آدم های مانند قوام السلطنه، زنده یاد محمد مصدق، فروغی، آدم هایی که در بزنگاه های مهم تاریخ به نخست وزیری می رسیدن و کارهای بزرگی انجام می دادن یا دست کم توانایی هایی داشتند. یه رشته آدم هایی دسته دوم کسانی بودند که به اینها می گفتن سیاستمداران هر روزی، نه به معنای بد. اینها در واقع هر سوراخی که خالی میموند اینها رو پر میکردن، نخست وزیر میشدن. کسی پیدا نمیشد، میرفتن سراغ ساعد، میرفتن سراغ حکیم الملک، کاری هم نبودن. یعنی اینها مثل چرخ زاپاس بودن تا ماشین به تعمیرگاه برسه و چرخ درست رو روی ماشین بگذارن. و از اینو نخست وزیرها ما داشتیم. یه دسته سومی هم نخست وزیری هایی بود که می توان گفت به شاه تحمیل می شد، مانند نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی یا نخست وزیری رزمارا. اینها کسانی بودند که شاه با اونها میانه خوبی نداشت، ولی یا مجلس اونها رو تحمیل کرده بود یا سیاست خارجی اونها رو تحمیل کرده بود. از هنگامی که مصدق نخست وزیری رو پذیرفت و در واقع مصدق تحمیل شد به دربار، چون به دنبال تصویب به اتفاق آرای ملی شدن سند نفت در ایران، کسی دیگری رو نمی توانستند به جای مصدق بنشانند، و حتی بریتانیا هم در این اندیشه بود که اگر مصدق به نخست وزیری برسد و نتواند ملی شدن سند نفت رو در ایران اجرا بکنه، بی اعتبار خواهد شد و در 3-4 ماه کناره خواهد گرفت و موضوع ملی شدن هم همراه با برکناری مصدق به پایان خواهد رسید. این است که با نخست وزیری مصدق آدم های مانند جمال امامی، آدم هایی که اصلا معروف بود که با انگلیسی ها روابط دارن، اخوی و دیگران، اینها از این پشتیبانی کردند و تنها یک رأی مخالف در مجلس به
رأی اعتماد مصدق داده شد و مجلس تقریبا یک پارچه از نخست وزیری مصدق در اردیبهشت 1330 پشتیبانی کرد و یه دوره کوتاهی هم علا نخست وزیر شده بود. پس از کشته شدن رزمارا، علا در واقع یکی از اون آدم‌هایی بود که وقتی یه جای خالی میشد جای نخست وزیری می نشاندن، همین حسین علا بود. آدم توانایی هم در دستگاه اداری ایران به شمار می آمد و مورد اعتماد شاه و پدر شاه هم بود و خویشاوند مصدق، و خیلی از این آدم ها با هم خویشاوندی داشتن. گواهی های بزرگی تاریخی در دست ماست، نشانه های مستندی در دست ماست که از همون فردای نخست وزیری مصدق کوشش برای ناتوان کردن اون آغاز شده. دو هفته پس از نخست وزیری مصدق، سفیر بریتانیا در ایران، وزیر مختار بریتانیا در ایران با شاه دیدار کرده و شاه به او گفته که برپایی گزارشی که بخشی از این گزارش های جدید نیست، پیشتر در دست ما بوده، گفته که نخست وزیری مصدق به زودی به پایان خواهد رسید، دیری نخواهد پایید و شما نگران نباشید. اما در میان اسناد تازه‌ای که منتشر شده، ما می‌بینیم که دست کم دو نفر در درازای این 15 ماه برای گرفتن نخست وزیری خیز برداشته بودند. یکی سید ضیاءالدین طباطبایی بوده و دیگری احمد قوام السلطنه. اسنادی که در این مجموعه گزارش‌های تازه در دست ماست این است که قوام السلطنه شاید بیشتر از هر کس دیگری برای اینکه جانشین مصدق بشود و مصدق رو برکنار بکند نقش داشته. جالب اینجاست که دشمنی ویژه‌ای هم با مصدق نداشته، ولی خودش رو شایسته نخست وزیری می‌دانسته. خیلی ممنون. از احمد قوام نام بردید. گویا قوام بعد از نوشتن دو نامه خیلی تند و تیز به شاه در سال 1328 در اعتراض به برگزاری مجلس مؤسسان برای افزودن اختیارات قانونی شاه از چشم دربار افتاده بود و حتی لقب جناب اشرف رو از او گرفتن. شما در این اسناد تازه و همچنین اسنادی که در گذشته منتشر شده، کدامین چه نشانه هایی برای کوشش او در بازگشت به نخست وزیری به جای مصدق یافته اید؟ در یک هفته پس از نوروز 1331، یعنی روز 28 مارچ 1952، 11 ماه از آغاز نخست وزیری مصدق گذشته بود که فردی از سوی قوام به سفارت ایالات متحده آمریکا در فرانسه می آید و در پاریس و از سفیر می خواهد که با قوام السلطنه که در هتلی بوده در پاریس دیدار بکنه. سفیر هم دبیر اول سیاسی سفارت رو برای دیدار با قوام به این هتل می فرسته. این دیدار یک هفته پس از نوروز سال 1331 است. قوام مدتی بوده که از ایران آمده بوده بیرون برای گویا بیماری. یکی از این اسناد بسیار جالب در این مجموعه کلان اسناد همین گزارش آقای جیمز دان، سفیر ایالات متحده آمریکا به سفارت یا به وزارت امور خارجه در مورد این دیداره. من بخشی از این گزارش رو برای شما میخونم. جالب اینجاست که در این گزارش میگوید که دو نفر به نام پرویز خان خلیلی، افغانی گرجی تبار، و فرد دیگری که خرازی نام داشته و بازرگانی بوده و من بر این باور بودم، گمان میکردم که نام کوچک او محمد رضاست، فرزند ایشان با من تماس گرفتن و گفتن که الان در همین آمریکا هستن. اسنادی در دست دارن که نشان میدهد که پدر ایشان در این دیدار نبودند و این خرازی دیگری است. شواهد هم نشون میدهد که بسا این درست باشه. من این رو در اسناد حتما از ایشون بهره خواهم گرفت و روشن خواهم کرد، ولی به روی فردی به نام خرازی و این آقای پرویزخان خلیلی همراهان قوام در این دیدار بودند. و جالب اینجاست که این آقای
طرازی و آقای خلیلی دیدگاه های قوام رو که خیلی پراکنده حرف میزده برای دبیر سیاسی سفارت ایالات متحده آمریکا توضیح میدادن. سفیر پس از برشمردن گرفتاری های ایران، سفیر میگه از زبان قوام و خطر کمونیسم در ایران اینگونه گزارش داده. این عباراتی است که در گزارش این سفیر آمده. میگوید که یگانه راه مبارزه با پلیدی های سیاسی اینها رو سفیر از زبان قوام گزارش میده که قوام گفته یگانه راه مبارزه با پلیدی های سیاسی در ایران داشتن مردی نیرومند در رهبری دولت است. قوام گفت که خواهان نخست وزیری نیست مگر اینکه مجلس به او رأی تمایل بدهد. خب این که دیگه قانون اساسی است که قوامی که نامه به شاه نوشته اعتراض کرده که چرا مجلس مؤسسان به راه انداخته و میخواهد قانون اساسی رو تضعیف بکنه، نمیتواند بگوید که من نخست وزیری رو بدون رأی تمایل مجلس خواهم پذیرفت و او در پذیرش این مقام تردید خواهد داشت مگر اینکه اطمینان بیابد. ببینید اینا از تمام زمینه چینی است. اطمینان بیابد که دربار مانند گذشته در ناتوان ساختن او نخواهد کوشید. برمیگردد به دو دوره نخست وزیری قوام، یکی در پس از کنار جویی فروغی، پس از گذار پادشاهی از رضا شاه به محمد رضا شاه که فروغی بیمار می شود و از بیمار هم بوده از نخست وزیری کناره می شود و قوام السلطنه به جای فروغی می نشیند و چند ماهی پس از اون هم فروغی در می گذره و دیگری هم در اون دور نخست وزیری که قوام برای مذاکرات با شوروی بر سر نفت و نفت شمال به نخست وزیر رسید. خب دربار در کار او کارشکنی کرده بوده، اینجور که خود قوام باور داشته. میگوید مگر اینکه اطمینان بیابد که دربار مانند گذشته در ناتوان ساختن او نخواهد کوشید. بعد این سفیر ادامه میده این گزارش رو. او از شاه با واژه‌های دوستانه یاد کرد ولی افسود که شاه جوانی ناتوان است که به آسانی تحت نفوذ رایزنان درباری قرار میگیرد. قوام از ما خواست که به وزارت خارجه وزارتخانه خود گزارش دهیم و پاسخ آنها را پیش از بازگشت او به تهران بخواهیم. هنگامی که ما شگفتی خود را از اینکه چه پاسخی به چه پرسشی باید بیابیم را به او بازگو کردیم، خرازی پس از گفتگویی به فارسی با قوام به ما گفت که پس خرازی انگلیسی بلد بود، این خرازی حتما باید انگلیسی بلد بوده، به ما گفت که درخواست قوام این است که هر آینه نخست وزیر شود ایالات متحده آمریکا پشتیبانی بیچون و چرای شاه را تامین کند. ببینید این درسته که قوام در اینجا نمیخواهد که از راه غیر قانونی نخست وزیر بشه، ولی آمده معامله داره میکنه. این آدمی است که آمده با ایالات متحده آمریکا داره معامله میکنه که آقا این مصدق باید بره کنار، شاه هم آدم ناتوانیه، کشور به مرد نیرومند احتیاج داره و در این گزارش آمده حتی که طرحی برای مسئله نفت پیدا کرده و این طرح رو میخواهد به ما بدهد که ما موضوع نفت رو چگونه میتوانیم حل کنیم. آیا امینی در این مدتی که قوام در خارج از ایران به سر میبرده، بله، آیا کوشش و تلاشی برای تماس با بریتانیا هم انجام داده؟ بله، این در کتاب سوداگری با تاریخ من برپایه اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا نشان دادم که هنگامی که درست در همین زمانی که قوام داره با سفیر با سفارت بریتانیا سفارت ایالات متحده آمریکا گفتگو میکنه، در همون زمان پیامی فرستاده به وزارت امور خارجه، حتی پیام فرستاده برای دوست خودش، برای دوستی که در پارلمان بریتانیا داشته به نام آقای امری. این آقای امری که این آدمی است که بسیار آدم بلندپایه‌ای در میان نمایندگان پارلمان بریتانیا بوده، پدرش وزیر هند بوده، در نتیجه او ایران رو خیلی خوب میشناخته و آدم بسیار با نفوذی است. پیام فرستاده که من در نیس هستم و شما اگر میتوانید به نیس به دیدن ما بیاید. البته خب رسم دولت بریتانیا در این بوده که این
نماینده پارلمان با وزیر امور خارجه تماس میگیره و اونها به او اجازه میدن که به دیدن قوام بره و او هم گزارش خودش رو به وزارت امور خارجه میده که در اون هنگام قوام او رو در یک هتلی میبینه و در این هتل جوانی رو هم با خودش آورده بوده و به این آقای امری معرفی میکنه و میگوید که این جوان برادرزاده احمد شاه قاجاره و این از اتباع شماست، یعنی این سیتیزن بریتانیاست و من میخوام در ایران نخست وزیر بشم، این رو هم به جای شاه در ایران بیاریم سر کار. که این همون برادرزاده فارسی هم بلد نبوده. بله اون اصلا فارسی بلد نبوده. بعد خب افسر نیروی دریایی بریتانیا بوده که نمیتونست پادشاه ایران بشه. این رو سپس قوام میرود به لندن و در لندن در منزل همین امری بار دیگر با او دیدار میکنه و این موضوع رو دنبال میکنه. البته این گفتگوهای قوام تازه نیست. این رو باز برمیگردم من با ازبدید من برگردم به بله. در این مدتی که قوام در خارج از ایران بوده باز بر پایه گزارش سفیر تازه ایالات متحده آمریکا به ایران، آقای هندرسون، درست در همون روزهایی که قوام از ایران خارج می شده سفیر ایران، سفیر آمریکا در ایران می شود و به ایران میاد و در نتیجه قوام با او دیدار نکرده با سفیر، ولی گزارش سفارت در دوران آقای همین هندرسون، در همین دورانی که آقای قوام در خارج هست، ببینید قوام این دیدار رو با دبیر سیاسی سفارت کرده، سفیر هم گزارش داده به وزارت امور خارجه، آچسون هم یک پاسخ بسیار تندی نوشته، هشداری داده به هم سفیر در پاریس و هم سفیر در ایران که از تماس با این آقای خرازی و این آقای دیگر افغانی پرهیز کنید و در این حال هیچ گونه تماسی برای اینکه جانشینی برای مصدق تعیین کنید نداشته باشید، ما نمیخوایم وارد رشته کارهای خلاف قانون پنهانی بشویم. البته اینها رو برای این نوشته بودن که اگر کسی پرسید بگویند که ما درگیر نیستیم. آقای هندرسون به این پاسخ داده، این در این اسناد است. هندرسون یک تلگرافی زده، این در اسناد گذشته وجود نداره. هندرسون میگوید که شما چه نشسته اید؟ از شما چه خبر؟ که در 6 ماه گذشته که من سفیر بودم و دیگر پیش از من هم کسی سفیر بوده، از در 6 ماه گذشته آدم‌های زیادی که خودشون رو نزدیک به قوام می‌دانستند با ما در سفارت تماس گرفتند و خواستن که به آگاهی ما برسانند که قوام خواهان نخست وزیری در ایران هست و همین درخواست‌هایی که قوام در این دیدار در پاریس مطرح کرده با ما در میان گذاشتند. سفیر میگوید که ما اینها رو اینقدر مهم ندانستیم که با شما در میان بگذاریم، ولی حالا داریم که حالا که شما این گزارش دیدار رو به آگاهی ما رساندین به شما بگویم که این آدم‌هایی بسیار نزدیک به قوام بودند، اینها در واقع کسانی هستند که مرتب با ما در تماسند. یکی از این آدم‌ها فردی است به نام آقای شفیعا. این آقای شفیعا بزرگترین تاجر چوب در ایران بوده و از نزدیکترین یاران قوام و در یکی از این دیدارها حتی گفته که هزینه برانداختن مصدق چنین اندازه است و من حاضرم این هزینه رو پرداخت کنم و عشایر و دیگران رو برای برانداختن مصدق و بازار رو برای برانداختن مصدق هزینه‌شو تأمین کنم، ولی هر روز که دیرتر بشود این هزینه بیشتر خواهد شد. این است که این کوشش برای جایگزین کردن مصدق با کسی، آدم اصلی فعال در این زمینه قوام السلطنه است که سپس هم در واقع عملا نخست وزیر می شود. یه نکته هم در اینجا اشاره کنم که در برپایه گزارش های سازمان سیا، همین اسناد جدید در اون دوران، کسی که سخت مخالف نخست وزیری قوام بوده شاه است. شاه از قوام، اینجور گزارش ها میگویند، از قوام بدش می آمده.
در حالی که بر پایه همین گزارش ها مادر شاه اشرف پهلوی و برادر شاه علیرضا سخت هوادار نخست وزیر شدن قوام بودند و خود شاه علاقمندی به نخست وزیری قوام نداشته و این رو هم هندرسون گزارش داده هم از گزارش های واحد سیا در ایران برمی آید. یعنی اینها در اسناد گزارش شده سیا در این دور پرونده های جدید موجود هست که شاه روی خوشی به قوام نشان نمی داده ولی مادر شاه و به ویژه اشرف پادرمیانی می کرده که قوام نخست وزیر بشود. آقای امینی، پرسش اصلی چرا مصدق استعفا داد و آیا این استعفا از دیدگاه شما و مورخان درست بوده؟ اجازه بدهید که در اینجا پرسشی را که یکی از دوستداران برنامه های شما هفته پیش از تهران برای ما فرستاده اند بخوانم. با درودهای فراوان. سیومتی نزدیک است، کاش در این برنامه به این روز می پرداختید. من با تمام ارادتی که به دکتر مصدق دارم ولی در یک فقره با ایشان همراه موافق نیستم. اگر امضایت یا به قول آقای امینی دستینت را پای آن استعفانامه نمی گذاشتی، نه خون گروهی از هموطنان بر زمین می ریخت آقای مصدق و نه آن سید کاشی می گفت حاجی انا شریک و نه گرفتاری های بعدی پیش می آمد. من با میرزا تقی‌خان هم در فقره موافق نیستم. آخر امیر نازنین تو خواهر شاه رو داشتی، حالا چه می شد که به امورات مادر شاه هم رسیدگی می کردی تا نخونت بر زمین بریزد نه ایران بی امیر شود؟ با سپاس و احترام، بهمن از تهران. منتظر پاسخ‌هایم. البته امیدوارم که جناب بهمن منظورشون از امورات مادر شاه امورات اقتصادی و بازرگانی و سیاسی باشه، امورات دیگری رو ایشون در نظر نداشته باشه. ولی بر روی سخن ایشان کاملا درسته. من نمیگویم، مصدق میگه این رو. مصدق در خودش هم میگه مصدق. بله مصدق در زندگی نامه‌ای که از خودش به جای گذارده و در جاهای دیگر گفته که اشتباه کرده در استعفا. راستی هم این است که دلیلی برای استعفای مصدق نبود. یعنی مصدق درخواست درستی رو مطرح کرده بود، این درخواست جایگاه حقوقی داشت و اشاره خواهم کرد چیست، و درخواست درستی هم بوده. شاه تن در نمیدهد به این درخواست. مصدق به دلیل اینکه شاه با این درخواست مخالف هست نباید استعفا میداده. و البته جالب اینجاست که استعفای مصدق تمام رهبران جبهه ملی اون زمان و یاران نزدیک مصدق رو هم غافلگیر میکنه. یعنی در این زمینه با هیچ کس مصدق رایزنی نکرده بوده، بلکه تماس میگیره با دربار در همون روزی که پس از دیدار آخرین دیدار با شاه، معروف است این دیدار که مصدق به دربار می رود و خب رسم مشروطه در این بوده که پس از اینکه انتخابات دوره مجلس به پایان رسید و پس از اینکه مجلس رسمیت پیدا کرد و اعلام کرد که ما دیگه مجلس رسمی هستیم، نخست وزیر در اون هنگام که برگزیده دوره گذشته مجلس بوده استعفا می دهد و بار دیگر مجلس تازه یا رأی ادامه کار به اون نخست وزیر میدهد یا دیگری رو به جای او می نشاند. در اینجا رویدادی که باید تعقیب کرد این است که انتخابات دوره 17 هم انجام می شود و مجلس تشکیل می شود، هیئت رئیسه انتخاب می کند و سپس مجلس اعلام می کند که ما برای برگزیدن نخست وزیر آمادگی داریم و سپس مجلس با اکثریت قاطع رأی تمایل می دهد به نخست وزیری زنده یاد مصدق. خب مصدق البته گفته بوده من استعفا خواهم داد و این رأی تمایل داده شده. مصدق به دربار می رود با این هدف که برنامه دولت خودش رو به شاه آگاهی شاه برسانه و در این حال یک درخواست هم از شاه داشته
چند درخواست داشته، ولی یکی از اونها مهمترین این درخواست ها بوده که شاه تن در نمیدهد. و معروف هستش که وقتی مصدق به شاه گفته که در واقع وزارت جنگ، وزارت دفاع ملی و فرماندهی قشون باید در دست خود مصدق باشه، شاه گفته که پس بگوید که من چمدانم رو ببندم و از کشور خارج شدم. که شاه که مصدق در این باره سخن ویژه‌ای نمیگفته. یعنی در تاریخ مشروط ایران یک بار دیگر هم نخست وزیر این درخواست رو کرده بوده از مجلس و مجلس آگاه روشن نبوده. قانون اساسی در این زمینه ناروشن هست، یعنی گنگ هست. اون در زمان نخست وزیر رضا شاه هست که با درگیری، هنگامی که با درگیری با احمد شاه روبرو شده بوده و حتی میرود به رودهم و میگوید من استعفا خواهم داد، موضوع این بوده که او میخواسته که فرماندهی کل قوا هم به او واگذار بشود. بزرگان مجلس پناه میآورند به مصدق، میگوید ایشان حقوقدان هستند، مصدق تفسیری از قانون اساسی کرده و مجلس این تفسیر رو تصویب کرده که نخست وزیر میتواند چنین درخواستی رو داشته باشه و در اون دوره این حق رو به رضا شاه میدن. خب مصدقی که این تفسیر رو برای پدر محمد رضا شاه کرده بوده، به اعتبار همون تفسیری که رضا شاه رو به اون قدرت رسانده بوده، میرود و از محمد رضا شاه این درخواست رو میکنه. حالا آیا این درخواست در اون هنگام درست بوده از نقطه نظر سیاسی یا نه؟ از نظر حقوقی درست بوده. شاه تن در نمیدهد. به داوری من مصدق نباید استعفا میداده، باید به کار خودش ادامه میداده و پروژه‌ای که در دست داشته انجام میداده و همون گونه خود او هم بعدها معترف شده، شتاب زده استعفا داده. و در این استعفاست که سپس در واکنش به این استعفا رویدادهای معروف به سی تیر به وجود می آید. بنابراین این سخن همیهن گرامی ما از تهران درست است و خود مصدق هم بعدها پی برده بوده که ای کاش استعفا نمی داد. جناب امینی، آیا در این اسناد تازه آگاهی های بیشتری از آن چند روز نخست وزیری عوام به دست داده شده؟ ببینید، آگاهی ها از رویدادهای خیابانی در دست نیست. یعنی آگاهی هایی که در این اسناد وجود داره چیز تازه‌ای رو برای ما از رویدادهای خیابانی روشن نکرده. خوشبختانه همه رویدادهایی که از 26 از هنگام استعفای مصدق و سپس فرمان نخست وزیری قوام السلطنه تا شامگاه 30 تیر، یعنی در این 3 روز و 4 روز 3 روز و نیم در دست هست، در روزنامه های آن زمان و روزنامه های دوره بعد پس از آن همه بازتاب یافته. یعنی اگر شما روزنامه های اون دوره رو از اطلاعات و شاهد و دیگر روزنامه ها، همه روزنامه ها موافق و مخالف رو کنار هم بنهید، همه جزئیات برنامه های مربوط به روزهای 28 و 29 و 30 تیر روشن می شود. یکی از چیزهایی که در این اسناد کاملا می توان یافت، که البته در این اسناد نیست و در جاهای دیگر هست، این است که حزب توده و کاشانی دیرتر از خود رهبران جبهه ملی به این شورش خیابانی پیوستند و خود جبهه ملی و رهبران فراکسیون اقلیت هم در مجلس از مردم دیرتر به این جنبش پیوستند. مردم در واقع خودشون به خیابان آمده بودند و خواهان بازگشت مصدق بودند. و پدیده‌ای که باز در این اسناد این قسمت هست، چیزی که گواه بر این است که برانگیخته شدن مردم رو بسیار بسیار شتابان کرده، آن پیام تند و تیز یا به قول شما شداد و غلاظی است که خود قوام در رادیو خوانده، که گفته اصلا چوبه های دار به پا میکنیم و دادگاه صحرایی به راه میاندازیم. اون سخنرانی معروف به این که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، بلکه همون شعر معروف منوچهری است که کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. درباره البته این بیانیه اختلاف نظر هست که کی اون رو نوشته. برخی از آدم هایی که خیلی قوام را از نزدیک میشناسن میگن که قوام ممکن نبوده اجازه بدهد که کسی دیگری چنین بیانیه‌ای رو به نام او بنویسه. برخی میگفتن ارسنجانی نوشته. ارسنجانی سواد این نوشتن رو نداشته اصلا،
خود ارسنجانی هم میگوید که خود قوام این رو نوشته و شاید هم قوام ننوشته، آقای چند نفر دیگر رو میگویند که اونها ممکن نوشته باشن، ولی بر روی خامه خود قوام از لابلای یا توانایی خامه قوام از لابلای این بیانیه تا حدودی آشکار هست، نه کاملا. ولی بر روی این تهدید مردم به این شکل خب خیلی واکنش در میان مردم ایجاد میکنه. اما در اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و ویژه اسناد CIA چیزهای دست اول تازه‌ای میتوان یافت. بخشی از اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده، گزارش‌های سفیر به وزارت امور خارجه در اسناد دوره گذشته که در سال 1989 به چاپ رسید نبود. این اسناد این بار آشکار شد. این اسناد گواه بر این است که دولت ایالات متحده آمریکا و سفیر در ایران، به ویژه سفیر در ایران، بسیار شادمان بودن از اینکه قوام به نخست وزیری رسیده. و جالب اینجاست که هندرسون که شاید ماهی یک بار دو ماه یک بار با مصدق دیدار میکرده، در این سه روز پنج شش بار با قوام تلفنی صحبت میکنه و چند بار هم حضوری با او دیدار میکنه. و جالب اینجاست که بسیاری از گفتگوهای میان قوام و سفیر در زمانی است که سفیر بریتانیا در ایران در سفارتخانه ایالات متحده آمریکا بود، یعنی با هم در واقع گفتگو می‌کردند. دغدغه مهم اونهایی که هیچ حاضر نبودن از مصدق پشتیبانی بکنن، در نخستین تلگراف سفیر و تلگراف تقریبا میتوان گفت همزمان اینها، میدلتون و هندرسون با یکدیگر به فاصله چند دقیقه، میدلتون به وزارت امور خارجه فارن آفیس بریتانیا تلگراف میزنه، هندرسون به وزارت امور خارجه در آمریکا تقاضای فوری فرستادن پول میکنن که دولت قوام رو ما باید پشتیبانی بکنیم، ضرب العجل پول بفرستیم، همزمان تقریبا. و جالب اینجاست که در یک موردی چون شاه درگیری داشته با قوام از پیش و قوام هم زیر بار حرفای شاه نمی رفته، قوام یک بار پیش از سی تیر تهدید به استعفا کرده بوده، باز بر اساس این اسناد، ما این رو نمی دونستیم تا امروز، که هندرسون می گوید که قوام با من تماس گرفت و گفت که شاه حاضر نیست اختیارات کامل به من بده، من اختیارات کامل برای سرکوب نیاز دارم، قدرتمندانه می خواهم عمل کنم، شاه از من می خواد که هیئت وزیران رو اول معرفی کنم، من نمی خواهم این کار رو انجام بدم، من باید اختیارات کامل از سوی شاه داشته باشم. یادتون باشه اشاره کردم با همین درخواستم رفته بود پیش سفیر ایالات متحده آمریکا در پاریس که اگر من نخست وزیر بشوم شما پادرمیانی کنید و شاه رو وادارید که اختیارات کامل به من بدهد. سفیر آمریکا میگوید که قوام تهدید کرده که میخواد استعفا بده و حاضر نیست با شاه حرف بزنه. حالا این قسمت رو توجه کنید، خیلی جالب است. آقای علا وزیر دربار هندرسون میگوید که با من تلفن زد. چند دقیقه بعد از صحبت قوام با هندرسون، علا به خنددار هم است، دردناک و خندداره، به علا زنگ میزنه، ببخشید علا به هندرسون زنگ میزنه که آقای هندرسون شما چون رابطت با قوام خوبه زنگی به قوام بزن بگو با شاه تماس بگیره. ایشون با شاه تماس نمیگیره و او رو قانع کن که استعفا نده. برید وزیر دربار محمد رضا شاه از سفیر ایالات متحده آمریکا میخواد که پادرمیانی کند، قوام رو برانگیزد که با شاه تماس بگیره. بامداد روز 3 تیر سفیر گزارش داده همه چیز به خوبی انجام شد، قوام الان با من تماس گرفت، میدلتون هم الان در دفتر من هست و قوام گفت که همه چی با شاه کنار آمده، شاه به او اختیار کامل داده و او اوضاع رو به خوبی انجام خواهد داد. در ساعت 2 بعد از ظهر تلگراف دیگری از سوی هندرسون و همزمان از سوی پایگاه سیا در تهران به ستاد سیا و دیگری به وزارت امور خارجه میرسد که مردم در خیابان هستند و قوام داره استعفا میده و شاه به قوام امر کرده که باید استعفا بدهد. رویدادهای این سه روز در لابلای این تلگراف ها
خیلی زیبا در واقع ترسیم شده. اگرچه رویدادهای خیابانی نیست، اما رویدادهای سیاسی کاملا آشکاره که قوام در واقع خودش رو تحمیل کرده. شاه هم چندان علاقمند به قوام نیست، مورد پشتیبانی کامل هم قوام قرار نگرفته. شورش خیابانی هم مزید بر علت می شود و قوام استعفا می دهد. پرسش آخر. بله. از بررسی این اسناد تازه منتشر شده، آقای امینی، بله، چه آگاهی های تازه ای از تغییر سیاست آمریکا و انگلیس و بازی های سیاسی آنها در ایران دستگیر شما شد؟ آمریکایی ها بر پای این اسناد هم از استعفای مصدق غافلگیر شده بودند و هم از رویدادهای سی تیر. یعنی نه انتظار این رو داشتن که مصدق استعفا بدهد و نه انتظار این رو داشتن که قوام استعفا بدهد. خب توجه کنید به این واقعیت که در بخشی از این دوران مصدق نزدیک به یک ماه بیرون از ایران بوده. سفر او به دادگاه لاهه و سپس بازگشت از راه قاهره به ایران و هنوز تصمیم دیوان داوری لاهه روشن نیست. بریتانیا امیدوار هست که دیوان داوری لاهه رأی به ضرر ایران بدهد. دولت ایالات متحده آمریکا هم در انتظار این هست که تصمیم لاهه روشن بشود که اون وقت ببیند که در شورای امنیت چه خواهد کرد. و در نتیجه پولی به ایران نمیدادند، نفتی از ایران نمیخریدند، ولی با شتاب به یاری قوام میپردازند. هنگامی که قوام میافتد و این شورش خیابانی به بازگشت مصدق و این جنب و جوش اجتماعی به بازگشت مصدق می انجامد، در این تلگراف ها چه در اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا و چه در اسناد CIA و وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا آشکار است که اونها این ارزیابی رو دارن که مصدق تواناتر شده و شاه ناتوانتر شده دوره دوم را آغاز کردن، اما شخصیت تازه‌ای رو هم پیدا میکنن. به یک باره در میابند که آدمی به نام کاشانی بخشی از عوام و توده رو درشون نفوذ داره. اسناد دوره بعد نشان میدهد، فرصت نیست همه رو باز کنم، که دولت ایالات متحده آمریکا و به ویژه CIA شروع میکند به سرمایه گذاری روی کاشانی. میبینند که کاشانی در این جریان سی تیر نقش داشته و توانسته بخشی از مردم رو برانگیزه و بنابراین کسی رو که باید برای سرمایه گذاری کنند و از مصدق جدا بکنند کاشانی است. و این است که دو هفته پس از سی تیر رئیس اصل چهار در ایران به دیدار آقای کاشانی می رود. البته آقای کاشانی آدمی فرستاده بوده به سفارت و این آدم که به سفارت آمده بوده از هندرسون درخواست ملاقات کرده بوده. هندرسون صلاح نمی بینه که با کاشانی دیدار بکنه، هنوز بعدها کرده. این است که وارن رو میفرستن. وارن کی رو با خودش به دیدار کاشانی میبره به عنوان دیلماج یا مترجم یا برگردان؟ آقای اردشیر زاهدی رو که در اون هنگام در اصل چهار کار میکرده، یعنی همکار آقای وارن بوده، ولی خب بیشتر از این رابطه بوده، چون بعدها همین اردشیر زاهدی رابطه کاشانی رو با پدرش تقویت میکنه و کار به اونجا میکشه که هنگامی که کاشانی زاهدی از بیم دستگیر شدن از سوی مصدق به مجلس پناه میبره، کاشانی بوده به عنوان رئیس مجلس که به او پناه میده و او رو در مجلس نگه میداره و جلوگیری میکنه از دستگیر شدنش. این سرمایه گذاری از اون هنگام آغاز میشود. من اسناد دیگری جدا از این در دست دارم که شاید چند روز پس از سی تیر نشستی در دربار بوده، چند نفر در این نشست شرکت داشتن، یکی از اونها برادر عبدالرحمن میبخشید الان یکو اسمش یادم رفت، سردبیر اطلاعات فرامرزی، فرامرزی بله، برادر او احمد فرامرزی وکیل مجلس بوده. سه دقیقه. بله، یکی از کسانی که در این نشست شرکت داره احمد فرامرزی است که من گفتگوی رو با یکی از نزدیکان او دارم که در جلد دوم سوداگری با تاریخ خواهد آمد، که احمد فرامرزی گفته در این دیدار ما تصمیم گرفتیم برای اینکه مصدق رو این بار بیاندازیم باید روی کاشانی سرمایه گذاری کنیم و تصمیم بگیم که کاشانی رو بزرگ کنیم.
و همه اینها با برنامه انجام میشه. من در یکی از این برنامه ها اشاره به این کردم که چگونه برای انداختن تیمورتاش تایمز لندن نقش داشت و اون مقاله معروف رو نوشت برای که تیمورتاش رو بزرگ کنه که رضا شاه رو بترسانه. این بار همین کار رو تایمز با کاشانی میکنه در مقابل مصدق و چهره ای از اون تصویر نشان میدهد به نام شیر خاورمیانه و او رو به عنوان کسی که قدرت های خارجی رو به زانو در خواهد آورد معرفی میکنه و او رو بزرگ میکنه مقابل مصدق با نقشه و برنامه و این رو امیرانی میدهد ترجمه کنند. یک شماره ویژه خواندنی ها در همین زمینه با این پیکره در روی جلد اون به چاپ میرسه، شمار زیادی از اون رو میدهند به خود کاشانی که میان دوستان و هوادارانش پخش بکنه. بنابراین اسناد نشان میدهد که دریافته بودند که دیگر از راه قانونی نمیتوانند مصدق رو برکنار کنند، باید از راه های دیگری مصدق رو برکنار. آقای امینی موافقی نفت آینده به کاشانی بپردازیم؟ حتما حتما. خیلی ممنونم ازتون، دستتون درد نکنه. تشکر از همیهنان عزیز و همچنین از کارگردان برنامه آقای امیر. شب و روزتون خوش.